خب رفقای گل دوست داشتنی، سلام عرض میکنم. علی هستم از تورنتو. خیلی ممنون که اجازه دارین یه بار دیگه مهمون خونه هاتون باشیم با یه برنامه آشپزی. امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستین دلتون شاد و لبتون خندون و سرتون سلامت باشه. امروز قصد داریم دوباره با یه برنامه آشپزی براتون غذای ماکارانی درست کنیم، یه ماکارانی خوشمزه. ببینیم چی از آب در میاد. امیدوارم اگر دوست داشتین این برنامه رو خوشتون اومد، کانال ما رو لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خب بدون فوت وقت بریم سراغ مواد تشکیل دهنده. من یه دونه پیاز تقریبا متوسط دارم، دو تا قاشق غذاخوری رب دارم، گوشت چرخ کرده تقریبا 250 گرم، زردچوبه آبیشن و فلفل قرمز و فلفل سیاه و نصف بسته ماکارانی که من تقریبا این غذا رو دارم برای دو نفر تهیه میکنم. ابتدا هم شروع میکنم پیازا رو خورد کردن تا آمادش کنم برای تفت دادن با گوشتامو. خب ابتدا یه مقدار روغن میریزم ته مایتابه، کف مایتابه، ته مایتابه میریزم کف مایتابه تا مایتابمون گرم بشه، آماده بشه برای تفت دادن پیازا با گوشت. خب من آبم گذاشتم از قبل جوش بیاد برای اینکه ماکارونی ها بریزم داخلش بپزه. برای این کار من عادت دارم یه مقدار زردچوبه داخل آب میریزم تا رنگ ماکارونی ها خوش رنگ بشه. خب همونطوری که گفتم من برای دو نفر دارم درست میکنم، ماکارونی هامو تقریبا نصفش رو استفاده میکنم. بعدش هم من عادت دارم نصف میکنم ماکارونی هامو میریزم. شما میدونین اگه دوست دارین اندازه ماکارونیتون درست باشه اونا رو همینجوری بریزین داخل قابلمه، این دیگه سلیقه یه سلیقه خودتون. من اینطوری دوست دارم. دمای پخت ماکارونی هم زمان پختش هم در واقع بستگی به نوع ماکارونی داره. من فکر میکنم بین 5 تا 6 دقیقه 7 دقیقه نهایتا ماکارونی پخته میشه. نباید بذارین نرم نرم بشه، یه مقدار که با دندون تستش کنین باید یه مقدار سفتیشو هنوز داخلش داشته باشه. بله همینطور که میبینید در قابلمه رو میبندیم، ولش میکنیم برای خودش 5-6 دقیقه راحت قول بخوره و آماده بشه برای اینکه بخوایم آب کشش کنیم. تا اونا آماده میشه ما پیازا رو میریزیم داخل روغن. گرفتمون داغ شده، زیر مایتابه رو یه مقدار کم میکنیم که پیازمون نسوزه. خب حالا گوشتمون هم یواش یواش آماده اضافه میکنیم به مایتابه، بازش میکنیم از سمت مایتابه تا با پیازمون کاملا تفت بخوره و پخته بشه. خب یه مقدار زردچوبه هم به مایتابمون اضافه میکنیم که با گوشت تفت بخوره. به
به به، فکر میکنم بد جوری ماکارونی خوشمزه بشه. هنوزم زیاد حرفه‌ای نیستم. من علی هستم راستش، و وسط آشپزی یه خود سختم صحبت کردن، ولی یکی از چالش های زندگی همیشه و سختترین کار ممکن در واقع برام همیشه آشپزی بوده. همیشه باش مشکل داشتم و همیشه هم ازش میترسیدم. اصلا ایده این که این کانال اومدم لان کردم و شروع کردم ساختن فیلم، این که با یکی از مشکلات خودم روبرو بشم در واقع اول، و این که این مشکلی که هر روز صبح بلند میشدم میگفتم خب چی درست کنم، هر روز صبح من این مشکل داشتم که چی درست کنم. خب امروز مثلا عدس پلو درست کنم، فردا لوبیا پلو درست کنم، پس فردا مثلا دال عدس درست کنم، پس اون فردا زرش پلو با مرغ درست کنم. یکی از چالش های بزرگ زندگیم بود. گفتم که خب شروع کنم، شاید خیلی های دیگه باشن مثل من که همچین مشکلی داشته باشن، من میتونم این کانال درست کنم و هر چیزی که به ذهنم میرسه که میخوام درست کنم و آشپزی کنم و جان چی؟ با شماها شیر کنم. واقعیتش این رفقا، من هر وقت آشپزی میکنم یاد مادرم میفتم و واقعا همیشه ازش تشکر میکنم، دست و پاشو میبوسم، برای اینکه با تمام مشغله‌ای که تو زندگیش داشت همیشه ما سه تا برادر بودیم، غذامون آماده بود و هیچ وقت احساس نکردیم که، یعنی هیچ وقت احساس گرسنگی یه وقت غذامون آماده نباشه. با اینکه خودش کار میکرد چقدر زحمت میکشید. همه مادرای ایرانی واقعا گلن. من دست تک تکشون رو میبوسم و ازشون تشکر میکنم از همینجا. واقعا کار دشوار و سختی آشپزی. خب اینم یه مقدار فلفل خورد شده است که من دوست دارم غذام اسپایسی و تون باشه، داش اضافه میکنم. این سلیقه ای اگه شما دوست داشتین هم میتونید، من آبیشن هم بهش میزنم، آبیشن هم خیلی خوشمزش میکنم و کنم، میتونید شما هم امتحان کنید اگر دوست داشتین شما هم بزنید، واقعا خوشمزه است. اینم تقریبا یه مقدار نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه. میگم من غذای اسپایسی دوست دارم و عطرشو خیلی خوشم میاد، بهش اضافه میکنم. ربعم هم همین الان بهش اضافه میکنم تا با روغن تف بخوره و رنگش باز بشه قشنگ. خب یه مقدار که مخلوطش کردیم، من یه مقدار آب جوش هم بهش اضافه میکنم تا این مواد هم حسابی ترکیب بشه و با ادویه‌ها قاطی بشه و خوب پخته بشه. اینم در انتهای مقدار نمک و تمام.
خب ماکارونی ما تقریبا آماده است، برای اینکه بخوام آب کشیش کنم میریزمش توی آبکش، یه مقدار کمم آب سرد توش باز میکنم تا آبش بره، در این تا این زمان که آبش قشنگ حسابی میره میرم اون طرف سراغ قسمت خوشمزه ماجرا، تدیگ. یه مقدار آب و روغن تای قابلمه میریزم تا گرم بشه. شما میتونید هم سیب زمینی بذارین، من معمولا نون میذارم، من عاشق تدیگه نونم، معمولا نون میذارم، ولی شما میتونید سیب زمینی بذارین، سیب زمینی هاشم عالی میشه. خب همونطور که میبینید مواد ماکارونیم هم آماده است. حالا شروع میکنم لایه لایه، اول ماکارونی رو میریزم تای قابلمه، بعد یه لایه از اون مواد میریزم روش، بعد لایه آخر دوباره ماکارونی میذارم و درش رو میذارم برای تقریبا 25 دقیقه تا نیم ساعت حسابی دم بکشه، بعد برمیگردیم ببینیم چه کردیم. به به، اینم از ماکارانی خوشمزه ما، بنازم تدیگو، واقعا این تدیگ تو خونه ما اگه بود دعوا میشد سرش، اصلا و ابدا نمیمون. این چالنجی که تو خونه باده ما همیشه از سر تدیگ. دوستان واقعا صدای خشخششو خیلی دوست دارم، خشخش تدیگ میتونه زیباترین چیز دنیا باشه. دوستان عزیز، این برنامه ماکارانی تا اینجای کار خدمت شما، امیدوارم که دوست داشته باشین و ازش لذت برده باشین. دوستان واقعا ممنونم ازتون که اجازه دادیم مهمون خونه هاتون باشم و این برنامه رو نگاه کردید. واقعا اگر دوست داشتین برنامه رو لایک کنید لطفا، کانال من رو سابسکرایب کنید، از من حمایت کنید. نظر پیشنهاد و انتقادی هم اگر دارین لطفا تو کامنت ها بنویسین، به من کمک میکنه که برنامه های بهتر و بهتر و بهتری رو براتون تهیه کنم. بریم یه تستی هم بزنیم مزه غذا رو ببینیم چطوره. فکر کن یه درصد بگم بد شده. در انتها لایک، کامنت و سابسکرایب لطفا فراموش نشود. امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستین خوشحال و سلامت و سرحال و سرزنده و شاداب باشید. تا یه برنامه دیگه همتون رو به خدا میسپارم.